بسم الله الرحمن الرحیم. فی الکافی عن امیر المؤمنین علیه السلام فی کلام الله ضع امر اخیک علی احسنه، کار برادر دینی خود را حمل بر بهترین وجه کن. بهترین وجه، نه اینکه حمل بر وجه خوبی بکن، بلکه حمل بر بهترین وجه کن. اگر چند احتمال در مفاد و معنا و مضمون این حرکت برادر مؤمن تو متصور است، ببین کدام از اینها بهتره، حمله بر او کن. عملی است که ممکنه محرمن انجام گرفته باشه، ممکنه مباحن انجام گرفته باشه، ممکنه مستحبن انجام گرفته باشه. حمل کن اون رو بر شق مستحب، این کار مستحب رو انجام داده. این دستور کلی و عمومی است برای ما. بنا رو باید گذاشت بر حسن ظن به برادران مؤمن. حتی یأتیک ما یقلبک منه، تا وقتی که علم پیدا کنی، حالا یا علم یا اونچه که به منزله علم از شرعن، مثل بیانه ای از این قبیل چیزی. وقتی که اینجور علم پیدا کردی، چه علم حقیقی چه علم تعبدی، اون وقت بله از اون نظر قبلی برگرد. اما تا وقتی علم وجود ندارد، حمله بر احسن کن. بعد همین رو توضیح میدند: ولا تظنن بکلمت خرجت من اخیک سوءا، اگر جمله ای از زبان برادر دینی تو خارج شد، ظن سوء درباره اون جمله مبر. یعنی اگر احتمال داره که فرض بفرمایید علیه شماست، تعریض به شماست، احتمال هم داره که نه، علیه شما نیست، تعریض به شما نیست، یک حرفی رو داره میزنه طبق عقیده خودش، این را حمل نکن بر اون معنای بد. ولا تظنن بکلمت خرجت من اخیک سوءا و انت تجد لها فی الخیر محلا، در حالی که جایی وجود دارد، محلی و محملی وجود دارد برای اینکه این حرف را حمل به خیر بکنیم، در این صورت اون رو حمله به شر نکن، مگر اینکه محملی وجود نداشته باشد. این بحث دیگری است. این اون معیار اسلامی و میزان روابط اجتماعی ما در اسلام است. اینجوری باید با هم برخورد کنیم. حالا شما ببینید اگر یک چنین حالتی در جامعه به وجود بیاد، چه آرامشی، چه سکینه‌ای پیش میاد. افراد نسبت به یکدیگر هی دچار سوء ظن و بدبینی و اینا نخواهند شد. خیلی چیز محترمی است. خب البته یک مرزی وجود دارد بین یک موارد مهمی، موارد سرنوشت سازی برای جامعه اسلامی، که غالبا ماها وقتی میخواهیم تخلف کنیم از این اصل، تمسک میکنیم به اون صورتی، شقی که در اون مجاز است، یعنی این رو جزء اون موارد مهم قرار میدیم، قلمداد میکنیم در ذهن خودمون. باید مراقب بود. اینجا وسوسه نفس انسان نبایستی انسان رو بکشونه به این سمت. صفحه 723.